اثر مواد مخدر نرن خب دوستان عزیز همونجور که بهتون قول داده بودیم آقای دکتر بیگی متخصص و جراح زیبایی صورت اینجا توی استودیو با ما هستن قرار بیشتر با ایشون آشنا بشیم و تخصصشون خوش خوش آقای دکتر خلی خوش شما دکتر خیلی متشکرم خوشحال اگه که بیشتر در رابطه با خودتون توضیح بدین معرفی کنید خود بله عرض کنم که من الان سال که در انگلیس به عنوان جراح چشم و بازسازی میانه صورت کار کردم و کاری که انجام میدم بر اساس اون تخصصی که داشتم در جراحی چشم بود و بعد ادامه دادم به عنوان فوق تخصص در بازسازی پلک گونه هدقه چشم و این کاری است که الان در بیمارستان دانشگاهی انجام میدن آقای دکتر این افرادی که به شما مراجعه میکنن کسایی هستن که بیشتر فکر میکنن تصادف کردن یا یه حادثه ای برشون پیش میاد یا بیماری های مادرزاد که فکر میکنم بیشتر مثلا از لحاظ استخونی میخوان بشن افتادگی بشن بشن. من به طور کلی در دو گروه کار میکنم یکی بچه ها که با مسائل مادرزادی به دنیا اومدن یا افرادی که س... به سنشون بالاتر هست در اثر تصادف سرطان یا سوختگی مسائلی دارن در میان صورت با اونها کار میکنم اگر یه دایگرامی نشون بدم اگه ما این ناحیه پوست رو چشم رو برداریم میبینید که استخوان صورت در اینجا هست هدقه چشم هست چشم هست مجاری اشک هست و هر مسائلی که از نظر تروما سرطان یا ناهنجاری مادرزادی در این ناحیه باشه کار من هست که روی استخوان یا پلک یا این ناحیه چشم کار میکنم پس ایو. پوشش اون بخش رو برمیگردونیم بازسازی میکنیم به حالت عادی میکنم خیلی ها ممکن هست به خاطر ناهنجاری مادرزادی اینها رو مجبور باشیم که اول استخوانهای دور چشم رو درستشون بکنیم بعد از است که استخوانها رو درست کردیم بعد میریم روی پلکشون عمل می‌کنیم یا گونهشون عمل می‌کنیم. مثلا به عنوان مثال اگر که ما این بچه رو که اینجا میبینیم به این شکل هست ممکنه استخوان های حدقه چشم رو بعد اول درست کرد بعد اومد و پلکش رو آورد بالا که در نتیجه از این حالت به اون حالت آقا آقای دکتر استخونای دور چشم خیلی استخونای ظریف و نازکی هستن حالا خصوصا اگه بچه هم سنش پایین باشه چه جوری استخونا رو بازسازی میکنن با عرض کنم که ب... صحبتتون اه... کاملا صحیحه استخونای داخل حدقه چهار تا به اصطلاح دیوار داره و دو تا از این دیوارها خیلی ظریف اه... هستن در بعض شکستگی ها اینها اثر میکنه بعضی بچه هم ب... طوری به دنیا میان که یا این ها تشکیل نشده یا در یک ناحیه صحیح قرار نداره درنچه اونها رو میشه ترمیمشون کرد خوشبختان تو بچه ها این زیاد نیست ولی تو شکستگی ها برای بچه ها این اتفاق زیاد میفته که چشم میفته توی حدقه شما میریم اون به طوری روشی که ما به کار میبریم هست یه شکاف میدیم توی اه... کریز چشم توی پلک و ادامه میدیم توی کناره چشم و از این طریق وارد حدقه میشیم که وقتی که اینها رو ترمیم میکنیم اون آثار اسکارینا نباشه خیلی حساس ها بغل چشم اینا خیلی دقت میخواد خیلی کارتون ظریفه بعد اینایی که افتادگی پلک دارن چه پلکاشون پلکاشونو میبرین بالا مثلا همین اگه افتادگی پلک تنها باشه مثل این عکس پایین افتادی که پلک رو یک ای هست که پلک رو بالا میکشه ما میریم این ازوله رو پیدا میکنیم و ازوله رو یا کوتاه میکنیم یا با یک سوچرهایی با یه نخهایی این رو قوی ترش میکنیم ولی خب عمل حساسی چون باید این رو دقیقا تنظیم کرد که شکل طبیعی پیدا بکنه ولی اساسش این هست که اون ازولهی که کارش رو درست انجام نمیده اون ازوره رو ترمیم بکنیم آقا دقیقا مزورتون از ترمیم کردن یعنی چی؟ یعنی که ترمیم کردن به اصطلاح چیجی رو کار نمیکنه که بعد ترمیم شد اگر یه بچه هست که به دنیا اومده با افتادگی پلک ازولش قدرت نداره تشکیل نشده هر ای رو که بافتای قرمز داشته باشه اگر شما این رو کوتاهش بکنین قدرتش زیاد میشه در ما این رو بر اساس ضعفش تخمین میزنیم که چقدر این رو باید کوتاهش کرد که قدرتش زیاد بشه این رو برای بچه هست. برای آدم بزرگ سال موضوع فرق میکنه به عنوان مثال این خانمی هستش که بیماری داشته در دوره دور چشم بهش میگن فلش ایتینگ باگ یک میکروبی هست که پوست و ازوله رو میخوره و بعد از اینکه درمانش کردیم با آنتی بیوتیک و مسائل دیگه ای که اینها دارن بعد شما میرید این رو لایه به لایه بازسازی میکنید مثلا پوست از جای دیگه ای از بدن میارین اونجا یا اینکه پوست رو مثل آخرین اطلاعاتی که وجود داره توی آزمایشگاه پرورش میدین میکنین بستگی به مریض برای هر مریضی باید شما یه روش خاصی رو به کار ببرید یه مریضی مثل اینجا باید برید اون پوست های صدم خورده رو برداریم و پوست رو من معمولا میرم از پشت گوش یا از بالای چشم دیگه میگیرم اگه میزانش کم باشه و پلک متاسفانه فقط از پوست تشکیل نشده ازولاتی داره که میبنده پلک و ازولاتی داره که باز میکنه وقتی که ما به اون مرحله رسیدیم باید اون ازولات هم بازسازی کنیم گاهی وقتا این ازولات رو از جای دیگه میگیریم گرافت میکنیم یا ازوله رو از یه جای دیگه صورت بر میگردونیم میاریمش به اون ناحیه وصلش میکنیم که اون فانکشن پلک هم برگرده بعد که این کارا رو انجام دادیم بعد اون گرافت پوست رو میاریم روش گاهی وقتا این کار رو مجبوریم در دو سه مرحله بکنیم چون شما نمیتونید دو سه تا گرافت رو بذاری رو هم دیگه در دوم نمیارن اینه که بستگی داره و این در این کاری که مثلا در این مریض کردیم اینه که از زیر عبروش رو آوردیم جلو پلکش که پلکش رو ببنده بعد تمام پوست های می خورده رو برداشتیم در مرحله دوم پوست رو از پشت گوشش گرفتیم گذاشتیم واقعا آقا... تغییرش چشمگیر آقای دکتر این چقدر طول کشیده که باید عادی برگرده بل. این سه تا عمل احتیاج داشته در, در عرض نه ماه چون سه ماه سه ماه ما بین عمل وقت میذاریم آقای دکتر این جور عمل هایی که انجام میدن بهتره که در زمان کودکی انجام بشه اگر که به حال مشکلی اگه باشد در زمان کودکی خودشون نشون بده بهتره که همون موقع جلوشو گرفت و انجام داد یعنی که میشه وقت داد تا مثلا مثلا چیز سوال خوبیه عرض کنم شما تا در هفت سال اول هر در هر بچه‌ای باید میدان بینایش کاملا باز باشه اگر که هر چیز این رو درگیر بکنه مثل پلک افتاده مثل آب مرواری این توانایی دیدش رو از دست میده بعد از هفت سال اگر شما برید این رو ترمیم کنین دیگه اون چشم دید نداره به دلایل خاصی در توی بچه ها اگر که موقعیت پلک موقعیت هدقه یه طوری هست که نمیذاره که مردمک آزاد باشه توی این بچه ها باید در سه سال اول عمل انجام بشه که وقت داشته باشن که این رابطه بین چشم و مغز تشکیل بشه چون در هفت سال اول این تشکیل میشه خب آقای دکتر ما زیاد الان وقت نداریم واسه این جلسه هفته آینده اگه بخواین درباره موضوعی صحبت کنیم گفتین جراح چشم هم هستین خب مثلا مردم میتونن درباره بیماری مثل بله آب مرواری هم ازتون سوال بکنن ولی خب بحثی رو میخواین آغاز بکنیم به عنوان مهمه جدید میتونیم برای آینده صحبت بکنیم وقتی که ما بازسازی رو استفاده میکنیم که برای زیبایی هم این کار انجام بشه به عنوان مثال یکی از کارهایی که میشه انجام داد از همه این تکنیک ها استفاده کرد برای کم کردن سن برای بهتر کردن صورت به عنوان مثال یک کاری که خیلی زیاد انجام میدم آوردن گونه بالا و انجام دادن عملهای زیبایی روی پلک و ابرو که نمونهش رو اینجا نشون دادم واقعا تقریبا بسیار عالی خیلی خیلی مم...